دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید. با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینم، سعید بهبهانی هستم. در این روز جمعه بزنیم اینا درست میشه بالاخره یا نه. بله، امروز هم 8 مهر ماه هست و 30 ماه سپتامبر. خوشحال و خرسند از اینکه یه بار دیگه میتونم در خدمت همه شما خوبان و نازنینم باشم. البته باید صمیمانه تشکر کنم از همه عزیزانی که در این ایام صمیمانه با مهر خودشون من رو مورد توجه قرار دادن، لطف کردن، ایمیل زدن، جوای حالم شدن. از همتون ممنونم، سپاسگزارم به راستی. و حیف که در این شرایطی که بایستی که پر انرژی تر در خدمتتون می بودم بیماری به اجازه نمیده، اما همینی که هستیم بازم خیلی خوشحالم که تا این اندازه میتونم در خدمت شما خوبان و نازنینان باشم. من فهم میکنم در طول این از دوشنبه که یه برنامه گذاشتم راجع به این شرایط فعلی و اینکه چه اتفاقاتی داره میفته، در میون هر برنامه‌ای که بوده بالاخره جست و گریخته حرفمو با شما در میون گذاشتم و اون چیزی که فکر میکردم مناسبه به عرضتون رسونده. اما من یه سوال اساسی دارم و دارم با خودم فکر میکنم. البته خیلی سوال هست. یکی این که خب تو این شرایط واقعا خامنه‌ای کجاست؟ آیا مرده و یا در حال احتضاره؟ این چرا ساکته؟ چرا خفه خون گرفته؟ و اگه مرده باشه تو این شرایط خب اینا نمیتونن جمعش کنن که. ها، اینا میخواستن یه مراسم مرده کشی براش درست کنن، یه قبر درست کنن به قول عزیزم ایرج مستاقی گنده تر از مال خمینی، خیلی بزرگتر. این امام خامنه ایه، اینه که انقلاب کشتی طوفان زده رو از دریاها گذرونده، ارواح خیک عمش. اما بالاخره یه ذهنیت. اما این نکته برام جالبه، این یکی سوالمه و کجاست واقعا مرده و اینا نمیتونن تو این شرایط بیارنش نشونش بدن، چیه ماجراش؟ چرا نمیاد بگه تنی علیل و نمیدونن جسمی ناقص و از این حرفا، آبروی ریخته دارم، از این حرفا چرا نمیاد بزنه؟ اینا تو این شرایط دو تا راه بیشتر ندارن، یا اینکه بزنن مثل از نابشون برن، مثلا در کرمان 2 میلیون چشم در بیارن، در نیشابور نمیدونم به سگ و گربه هم رحم نکنن، اینایی که تاریخ برامو تعریف کرده. که تو این شرایط جهانی اینا نمیتونن هم چیکاری بکنن، خیلی برشون سکیرون تموم میشه، سخته. و یادمون باشه که اون بخش اعظم چپی که توی دنیا پشت اینا وایساده بود، من یادمه که سال 2009 بود، یه آدمی تو آمریکا بوده، اونایی که قدیمیان تو آمریکا ممکن یادشون بیاد، به نام لاروش، دیوید لاروش. این میخواست که رئیس جمهور بشه، فکر کنم دوره ریگان بود یا بوش پدر،
فکر میکنم یکی این دوتا. ولی چون که چپ بود و دنبال یک دنیای سوسیالیستی و عدالت خواه بود، خب جامعه آمریکا که مظهر آزادی است و مظهر کپیتالیست و دنیا معرفی میشه، و یادمون باشه هنوز شوروی نریخته، احتمالا دوره همون ریگان بود، چون شوروی هنوز نریخته بوده، دوره جوش پسر پدر که دیگه شوروی ریخت. این برایش پرونده درست کردن و پرونده مالیاتی درست کردن و حیز انتفاع انداختنش و رفت. ولی آدمه همچنان پیروان خودشو داره، مثل یه امامی که مقتدایی که بالاخره یه سری پیشمرگ داشت. و من به مناسبت اون درگیری که پیدا کردیم و سال 84 2005 فکر میکنم بود که امنیجو دور اولش بود دیگه، که در اینجا گرفتن کتک زدن فلان کردن، مسعود رؤوف تو سفارت اتاوا کشیدن تو سفارت و تا میخورد کتک زدن، منو تو مسجد منسس اون نایدیان جانی جنایتکار که تو ماجرای قتل علی اکبر طباطبایی، اولین قتلی، اولین تروری که جمهوری اسلامی انجام داد تو آمریکا و اولین و آخرینش همون بود در حقیقت، علی اکبر طباطبایی که می آوردنش، کارمند سفارت بود، کارمند لوکال بود، می آوردنش تلویزیون و راجب اوضاع خمینی و اینا فوش می داد و اینا، بالاخره زدنش و کشتنش. و اون یارو سیاه هم بعدن رفت ایران و فرار کرد رفت ایران، و مخمل باف هم تو فیلم سفر قندهار ازش استفاده کرد به عنوان یه دکتر و فلان اینا، که بعدها اون یارو از ایران خواست بیاد بیرون، خواست برگرده آمریکا، رفت به ترکیه، اونجا یه ملاقاتی کرد با ماموران FBI و اینا، ولی اونا تعهد ندادن برای حفظ جانش، بهش گفتن ما میتونی بیای ولی ما تعهدی برای اینکه جانتو حفظ کنیم و نمیدیم، به بهتره همون بگردی ایران. اونم همون تو ایران چرخید، نمیدونم الان کجاست. بها نایریان تو اون داستان جزو کسانی بودش که اسمش مطرح شد تو اون پرونده و اینا، یه آدم عقب افتاده است، یه دوره اینجا توی این نات کلابا، این جایی که زنای لخت هستن و باره عرق فروشیه، اونجا کار میکرد، از باسپویی شروع کرده بود به مقام منی جاکشی رسیده بود، بعد انقلاب که میشه و فلان اینا، این رخت عوض میکنه مثل بقیهشون، و حتی میگن رفت داخل سفارت ایران و کلی فرشار هم از اونجا دزدید، بعد در قالب فرش فروش اومد بیرون. علی حال اون توی منسس ویرجینیا یه مسجد هم برای خودش اونجا درست کرده. خب اینا موقع رای گیری و اینا که بود اعلام نمی کردن محل رای گیری کجاست، اون موقع من توی بوق بزرگ دستم بود و حرفم شنیده می شد و مردم رو دعوت می کردن به اعتراضات و تظاهراتی که کارهایی که کردیم بود، آقا از جلوی امارت کنگره و کاخ سفید دست بردارید، بیاید برید جلوی سفارت اونجا اکسیون کنید و تظاهرات رو اونجا قرار بدیم. و تا زمانی هم که تا 2010 که اونجا بودم، هر تظاهراتی که میشد بالاخره در جلوی سفارت یا دفتر حفاظت انجام میشد. و بعدن یواش یواش
این هی کم رنگ شد، حالا دوباره برگشتن جلوی امارات کنگره و کاخ سفید و اینا، اسباب تأسف. اما اون موقع گفتم اینا اعلام نمی کردن، و لحظه آخر مثلا سه جا رو اعلام کردن، هم مسجد مرکز اسلامی توی مریلند، مسجد منسس مال نایدیان، یا اون مسجد امام علی تو واشنگتن. اینا مرکز رأی‌گیری بود و بالاخره ما اون 48 ساعت آخر که اینا اعلام کردم، منم بلند شدم رفتم اونجا، اینو بارها تعریف کردم که ببینم چه خبره. دوربینم بردم و بعد دیدم متوجه شدم که اینا آن روز جمعه است و خب یه عده مسلمونه، نمیدونم ترک و مسلمون افغان و مسلمونای مملکت دیگه، میان برای فریضه دینی و نماز جمعه شون میان مسجد و اینا این فیلم ها رو تهیه میکنن و جا میزنن به عنوان امت همیشه در صحنه که اینا اومدن رأی بدن. و بالاخره ما اونجا درگیر شدیم و کارمون به پلیس و دادگاه و اینا کشید. همون موقع بودش که بالاخره من با بخش چپ آمریکا آشنا شدم. البته اونا کمکی در حقیقت به من نتونستن بکنن، تصادفا اون بخش راست دیگه اومد و یکی از کسایی که تلاش کرد تو این زمینه همین آقای دیوید تیمرمن بود. تیمرمن یکی دو تا وقتی جریان رو شنید و اینا، اومده بود یه روز تلویزیون رنگارنگ که با همین آقای دکتر انواری یه برنامه داشته باشه، به دعوت آقای انواری اومده بود و من اونجا دید و ما شعر قصه رو براش گفتیم. گفتم اینجوریه، من ویدیو هم دارم. گفت ویدیو داری؟ گفتم آره. گفت پس بیا اینجا، آدرس خونه‌شو داد و گفت بیا خونه ما. ما رفتیم خونه‌شو، یه قدی ویدیوها رو بهش نشون دادیم و همین تیکه ویدیو رو نگاه کرد، بلند شد رفت یه گوشی تلفن برداشته بود، تو چه زنگ زد و گفت مدارک خوبی دارم. بعد به من گفتش که من با تو تماس میگیرم، نگران نباش. و بعد یکی دو تا با من تماس گرفت و بعد یه تلفن به من داد و گفت به این شماره تماس بگیر. یه آدمی بود به نام بوش، اون موقع هم جورج بوش پسر مستر کار بود. البته نام فامیلی این درست بوش بود، ولی بوشی بودش که به آلمانی نوشته میشد با سی اچ و فلاینا. و این تلفنه فقط ما ارتباط همین تلفن بود، یه تلفن زدیم و بعد یه بار منو فرستاد به دفتر آقای گرینسپن. این آقای گرینسپن یه وکیل درجه یک بود در واشنگتن دی سی و اون منطقه، برادر این آقا رئیس خزانه داری آمریکا بود، تریجری دیپارتمنت گرینسپن. و بالاخره یه روز ما با این آقا به ما قرار گذاشت و گفت برو ساعت فلان برو دفتری. ما رفتیم دفتر رو، بعد دیدیم که خانم جوان سیاهی اومد جلو و یه ذره باش حرف زدیم، بعد دیدیم نه این حالیش نیست. اومدم از گفتم خیلی ممنون، اومدم بیرون و زنگ زدم به شماره، گفتم آقا این که منو فرستادی این یه آدم اندر جاب ترینینگ بهش میگن، این از این دانشجوهاست، این نمیدونم کیه، این مثل این که زیاد به اوضاع احوال ما مسلط نیست، مثلا جریان رو باید از اول، این به درد کار من نمیخوره. من که نتونم برای یارو از اول تعریف کنم که تو ایران چه اتفاقی افتاده، شاکی بود، خمینی کیه، اینا رو که نتونم برای این تعریف کنم. بعدم چهار روز دیگه دادگاه دارم. گفت خیلی خوب، شما مثلا ساعت فلان به من زنگ بزن. ما ساعت فلان دوباره به این زنگ زدیم، گفت خب شما ساعت 5، نه یک دقیقه کم، نه یک دقیقه بالا، نه یک دقیقه پایین، پریک به قول خودشون، پریک 5 o'clock دقیق سر ساعت 5 برو دفتر این آقا. ما رفتیم دفتر این آقا و در زدیم، در باز شد، رفتیم تو، هیچکی نبود، خودش نشسته بود تو اتاق خودش. از اون تو اتاقش گفت بیا تو. ما هم رفتیم تو و سلام کردیم و مرد موقری بود و یه ذره که صحبت کردم برگشت رو راست من، گفت ببین آقا جون من میخوام بازنشست بشم،
و این کار تو کار سختیه. من نمیخوام این دفتر رفتم بیرون یکی با چوب بیسبال بت به قول خودشون با چماق بزنه تو کمرم یا تو سرم من تا آخر عمرم فلج و چخ دستی بشه. من میخوام بالنشست بشم برم بقیه زندگی میکنم. اینه که این کارا با کار من با هدف من جور در نمیان. برو این مرغ بر دام دیگر نه، این قول معروف، نه اینکه این دام بر مرغ دیگر نه، نه این مرغ بر دام دیگر نه. ما اومدیم بیرون دوباره مایوس رفتیم زنگ زدیم به تلفن. تلفن گفت خب اب نداره، دو روز صبر کن بهت خبر. بعد یه کمپانی بزرگ خیلی گردن کلفته، اسمش یادم رفت، توی اون خیابون جاده لی هایوی 29 تو فرفکس اون مناطق یه ساختمون چندین ده طبقه بود که بالای اون ساختمونه اسم این کمپانی تلالو میکرد. خلاص ما رفتیم اون کمپانی رو، اول رفتیم اونجا، یه دفتر وکالت بزرگ بود و یه آقای وکیلی اومد و نشست و حرف زد و با ما قرار گذاشت فلان روز برگرد. ما فلان روز برگشتیم، سه تا آدم دیگر رو گذاشتن جلوی ما و شروع کردیم با اینا حرف زدن. اینا نتیجه گرفتن، گفتن آقا چند تا کار میشه انجام بدی، یکی ببینم کشور ایران رو مثلا جمهوری اسلامی رو شکایت کنی. گفتیم بعد چی میشه؟ گفت هیچی، هیچی گرد نمیاد، یه میلیون دلار خرج میکنی ولی اسمت میره تو روزنامه ها معروف میشه. گفتیم آقا ما دنبال معروف شدن نیستیم، که اینا ما رو کتک زدن، پرونده برای ما درست کردن، ما میخوایم از قال این پرونده ها خلاص شیم. گفت یه راه دیگه اش اینه که مثلا سفارت رو سو کنی. گفتم ما رو سفارت سو کنیم چی میشه؟ گفت اونم خیلی خوبه دیگه، اونم معروف میشی فلان، اما نه به اندازه اولی، تو روزنامه های محلی مینویسن، تو چند تا روزنامه آمریکایی باهات مصاحبه میکنه، ولی اینم 200,000 دلار خیلی. گفتم آقا ما نه این پولا داریم، نه میخوایم معروف بشیم، ما میخوایم این پرونده رو درست بکنیم. علی حال خلاصه با من چند هزار دلار، زیر 10,000 دلار، 7,000-8,000 دلار ماجرا رو حل و فصل کردیم. و بعدم که رفتیم دادگاه اینا بازم کاری نکردن. شانسی که منو بردم دادگاه مفصلی بعد از دادگاه ما بود. دادگاه ما این دادگاه قلایی بود، ولی یه دادگاه مفصلی بود از اون دادگاه پریمیسنی که اصلا ریخت آدم ها عوض شد، قیافه هم همه تغییر کرد. اینا یه دادستان کل وارد شد، من این دادستان کل رو میشناختم، همسرش رو میشناختم، دوست بودیم با هم و رفتم پیش این. البته پاسبانایی که اومده بودن همراه همین ناهیدیان و این دار دسته خیلی آزار میدادن، نمیذاشتن من رفتم با این حرف بزنم. پاسبانه با من گفت آقا برو، یعنی افسری بگو برو اون. و گفتم به تو چی، میخوام با این آقا حرف بزنم. اسم مرده که آوردم، اون آقا سرشو بلند کرد، یو منو دید و گفت تو اینجا چیکار میکنی؟ پاسبانه وقتی دیدش که این با من اینجوری حرف میزنه، یو اصلا غیب شد دیگه، ما نایدیم. حالا همین آدمی بودش که 10 دقیقه قبلش میچرخید میرفت سراغ این نایدیان، اینا میگفت چای ترش بیارم، چای بیارم خدمتتون، قهوه، آب جوش، از این حرفا. ولی بعدن غیب شد و اون دادستانه به من کمک کرد، وگرنه برای ما داستان درست کرده بودن. همه اینا رو گفتم که بهت بگم که من از اینجا با این داستان چپ آمریکا آشنا شدم و بعد اونا منو بردن تو دستگاه همین آقای لاروش و یه روزم در یک هتل بزرگی در واشنگتن یه مراسمی گذاشته بودم. میگم این خیلی آدمه فدایی داشت. بعد رفتیم اونجا و بعد اونا منو دیدن و خیلی استقبال کردن از اینکه یه رسانه ایرانی هستیم و اومدیم و اینا. بعد دیگه حالا داستان چرخیده و ما میان تیوی رو راه انداختیم و اینا هی با ما تماس میگرفتن. بعد من گفتم آقا حالا 88 شده، گفتم آقا میخوایم با این آقا حرف بزنیم، نظرش رو بپرسیم. خلاصه اینا هم پذیرفتن و گفتن شما فلان روز بیا به لیزبرگ ویرجینیا، یک دهیه اون بالا، خیلی هم جایی زیبایی است. و رفتیم اونجا،
دوربین و تشکیلات رو بردیم، اینا جلوی در همه رو از ما گرفتن. گفتیم پس ما اومدیم اینجا گفتگو کنیم، فیلم بگیریم، مصاحبه. گفتن اصلا اینا نیازی نیست، ما همه رو خودمون داریم. منو بردن تو یک استودیوی درجه یک بود و ما نشستیم با این آقا گفتگو کردیم و اینا. چند تا کامرامن داشتن و نه، خیلی خیلی استودیوی، واقعا استودیوی بزرگی بود. آخرم که خواستم در بیان بیرون، یه دونه دیویدی ارد یاره به من داد، گفت آقا اینم بفرما، میخوای سب کنیم ما ادیت شده شو دو روز دیگه بهت بدیم یا همین خامشو میخوای؟ گفتم نه، همین خامو بده ما شهر رو بکنیم بریم. علت چه این بود؟ شی وقتی میخوام این نتیجه بگیرم، علت چه این بود؟ وقتی باش داشتم صحبت میکردم یهو دیدم این رفت طرفدار احمدی نژاد شد که بله این درست میگه، بوش نمیدونم فلان اینطوریه، اینا حمله کردن به مردم ستم دیده، نمیدونم فلان، اینا اینجا اونجوری کردن، اینجا اینجوری کردن، تو رواندا اینجوری کردن، اونجا اینجوری کردن، و زنده باد احمدی. گفتم آقای محترم این حرفا چیه میزنی؟ این یه آدم فاسده، این یه آدم داره به 40 میلیون مملکت ایران، 50 میلیون 60 میلیون مردم ایران داره ظلم میکنه، این حرفا چیه میزنی فلان اینا. و خلاصه رشته ارتباط ما اونجا قطع شد. مقصودم اینه که چپ ها با جمهوری اسلامی خیلی ارتباط داشتن، به همین دلیل بودش که وقتی میومد مثلا احمدی نژاد میومد یا مثلا خاتمی میومد یا اون دیگری میومد، اینا براشون فرش قرمز مینداختن. یه مش اوباش هم اینجا داشتن مثل این یارو دهباشی و فلان اینا که رفته بود جای ادوارد سعید نشسته بود در دانشگاه کلمبیا. میدونی که ادوارد سعید رئیس در حقیقت خاورمیانه شناسی دانشگاه کلمبیا بود، یه شخصیت بزرگ بود ادوارد سعید. ادوارد سعید همونی بودش که تو دهه 70 همراه با یاسر عرفات و عده دیگه از فلسطینیا رفتن روی کوههای جبل عامل توی لبنان تو قلعه صلاح الدین، اون بالای کوه شب نشستن و این آقا پیانو زد. و خیلی، چون میدونی تا قبل از این حتی فلسطینی ها اینا یه جنبش اصلا دینی نبودن، شهید و شاهد و اینا توش نبود که. خود مرده یاسر عرفات همسرش مسیحی بود و اصلا اینجوری نبود. این داستانی که اتفاق افتاد، همین خمینی کذاب دروغگو بعد از کشتن امام موسی صدر در لبنان و از بین بردنش توسط قذافی، داستان رو تغییر دادن و در حقیقت از توی عمل، از توی جنبش عمل که بازوی شیعیان لبنان بود تو ماجرای جنگ‌های دروزی‌ها و مسیحی‌ها و اینا و فلانشا، اینا این گروه عمل رو درست کرده بودن و از تو دل عمل خمینی حزب الله رو به طریق محتشمی پور و اینا، از طریق سوریه و اینا، میدونی که سوریه هم اون موقع اونجا دست بالا رو داشت، در اشغالش بود اصلا تا همین سال 2001 و 2 بود که اون داستان جنگ 40 روزه و اینا که بعد این نیروهای سوریه از اونجا بیرون کشیدن و بعد فرمانده اینا که رئیس اداره اطلاعات و امنیت حافظ اسد و بشار اسد بود، وقتی که نیروهای سوری از سوریه اومدن بیرون، از لبنان اومدن بیرون، تو دفتر کارش با شلیک 3 گلوله تو مغز خودش خودکشی کرد. تصور کن صحنه رو، یارو 3 گلوله زد تو مغز خودش خودکشی کرد. خب همون گلوله اولی که بزنی یارو مرده دیگه، چرا 3 گلوله زد تو مغز خودش؟ اونم یه آدمی که سالها رئیس سازمان امنیت بوده، یه آدم اهل خودکشیه. بگذاریم، موضوع ما نیست. بعد یه آدمی وقتی که سعید، ادوارد سعید فوت کرد، این یارو مردک رفت روی صندلی اون نشست و چون روی صندلی اون نشست فکر اینم ادوارد سعیده و ویدیوش هست که با همین اون دوره
این آقای کامبیز حسینی و همین سامان اربابی یه برنامه داشتن به نام پارازیت توی وایس اف امریکا، خیلی هم برنامه بود که گل کرده بود و همین یارو مردک رو صدا کرده بود تو اشده ازش میپرسید یا بهش گفتش که راستی آقای دیباشی شما اصلا رأی دادی؟ خب میدونی که اون هشتادهش بر اساس رأی منکو بود. گفت اصلا شما رأی دادی؟ گفت اه کامبیز جان اختیار داری کامبیز جان، من برای اینکه بگم رأی منکو باید مثلا رأی میدادم که بعد بیام بگم رأی. انگاری که حالا شرایط اون دوره برای اینکه یادت بیا، تمام مفسرینشون و من اینجا تو همین رسانه‌ای که نوپا بود اون موقع با همین علی افشاری زنده یاد خداش بیامرزه، مهرداد دکتر مهرداد مشایخی نازنین که واقعا قطنمای اینا بود که وقتی مهرداد سرطان زمینش زد اون گروه های طرفداران اصلاح طلب توی آمریکا هم همونایی که بعدا اتحاد جمهوری خواهان و اینا رو مثلا میخواستن درست کنن با مرگ مهرداد قطنماشون رو از دست دادن و دیگه گیج و دونگ نمیدونستن که کدوم مسیر رو پیش برن، چون عقیده دارم که همه آدما فعالا سازمانها به هر یه جور قطنما دارن، مثلا خود همین منافقین و همین گروه فاسد رجوی. این تا زمانی که عرفات زنده بود این قطنماش عرفات بود، به محض اینکه عرفات فوت کرد این هم قطنماشو از دست داد و این سازمان بزرگ مهم انقلابی ایران رو به این فلاکت و بدبختی و درماندگی و دریوزگی انداخت، برای اینکه قطنما رو از دست داد. علی حال همین علی افشاری همین مرتاد مشایخی اینا رو همین صفحه تلویزیون بهشون گفتم یه دلار به ده دلار، حالا نمیگم صد دلار، یه دلار به ده دلار، اگه تو باختی یه دلار بده، اگه من باختم ده دلار به تو میدم. این انتخابات یه دوره ایه، چون تا اون موقع انتخابات در ایران همیشه دو دوره برگزار میشد، گفتم این انتخابات این دوره هشتاده یه دوره ایه، بعدش هم دعوا میشه. تمام تحلیل اینا این بودش که نه، به علت اینکه مشارکت زیادی در این انتخابات هست و مردم زیادی توی این انتخابات شرکت میکنن، بنابراین امکان تقلب در انتخابات خیلی کمه و بنابراین میرحسین موسوی حتما از صندوق بی برو برگرد بیرون خواهد اومد. من گفتم نه آقا، انتخابات یه دوره‌ایه، بعدش هم دعوا میشه و همون اتفاق افتاد. ولی این مرد که رزل چی میگفت؟ میگم تحلیل این بودش که چون مشارکت مردم بالاست بنابراین امکان تقلب کمه و حتما میرحسین برنده میشه. ولی این مرد که رزل تو اون برنامه اومد نشست گفت نه کامبیز جان، من برای اینکه بگم رأی منکو بعد میاتم رأی میدادم که بعد بیام بگم رأی منکو. یعنی اصلا تعجب میکنه از این همه حماقه، من کسی میره رأی بده که بعد بیاد بگه رأی من کو؟ اصلا کی باور میکرد که این اتفاق خواهد افتاد؟ قلیلی بودن که مثل من میگفتن آقا اینجوری نیست مشارکت مردم، اینا اصلا برای مردم وقت قائل نمیشن. حالا همینا برای احمدی نژاد تو دانشگاه کلمبیا سالن سخنرانی میذاشتن، رسانه های بزرگ رو دعوت میکرد. اما ما این بار امروز تو دنیا شاهدیم همین خانومی که با گیتار آواز خون، اسمش فراموشم شد، این خانوم قهرمانان چپ آمریکاست. تمام این جنبش میتو، جنبش های فمینیستی، اینا رهبرانش چپن، اینا همه پشت کردن به این جمهوری اسلامی.
پایگاه بزرگی رو از دست داد. به همین دلیل من تعجب میکنم و میگم که اینا چرا دست به چنین خودکشی زدن. بذار برگردیم به گذشته، اصلا ببینیم که این داستان از کجا شروع شد، این گشت حجاب و فلان. چون تا قبلش اگه خاطر شریف باشه و جامعه ما متاسفانه جامعه کم حافظه است، اونم علتش رسانه ها هستن. رسانه ها خیلی بد عمل میکنن، خیلی خیلی بد عمل کردن و بد عمل میکنن، همین الان هم بد عمل میکنن. خب یه قانونی رو سال 84 بردن تصویب کردن به نام قانون عفاف و حجاب. قانون عفاف و حجاب رو سال 84 دوره خاتمی، هنوز احمدی نژاد نیومده بالا، اما اواخر دوره خاتمی اینو تصویب کردن. ولی یاد باشه احمدی نژاد با این شعار بودش که مگه مشکل ما موی زناست؟ و در دوره اول در این پیروزی که هاشمی رفسنجانی رو کنار زده بود و کروبی اومد گفتش که آقا ما تا ساعت شب که بیدار بودیم، ما پیش بودیم، تا رفتیم دو ساعت خوابیدیم برگشتیم، این آقازاده شما چه کار کرد که انتخابات اینطوری کرد؟ که خامنه‌ای جواب داد که اون آقازاده نیست و خودش آقاست. اما اینجا در این پیروزی مست پیروزی بود و از این ور اون ور میدوید و فلان و اینا، و یه مرادی هم داشت، پیشگویی داشت که اون رحیمی بود و اون یکی دیگه بود و اینا، بهش اسمش از مغزم پرید دوباره، کمکش میکردن. و تو هشته داشتم شعارشون بود که اگه مشکل ما موی زنان. نوبت رسید به، بنابراین این قانون عفاف و حجاب رو عمل نکرد. نوبت رسید به روحانی. روحانی اصلا اومده بود که گو آقا اینا رو فراموش کنید، برین دنبال برجام و برجام رو حل و فصل کنید. و اگه خاطر شریف باشد همین مردمی که مرتب به ایران میرن و میان و برای تعطیلات اولاب، آدم وطنش که نمیتونه محل تفریح و تعطیل باشه که، بنابراین اینایی که میرفتن ایران برای تعطیلات میگفتش که نمیدونی زنا اصلا دیگه روسری ندارن، تو ماشین که هیچکی اصلا چادر روسری نداره، رستوران ها آقا سعید بیا ببینید چه خبره، دختر ها همه خوشگل، همه آرایش کرده زیبا، نه روسری دارن، اصلا رستوران ها هیچ روسری که سرش نمی کنه که. بعد شبا بیا ببین تو خیابونا چه خبره. تا پیش حضور این علنگ این چرا، سوال اینه چرا اینا دن به این خودکشی دادن، چرا اینا اومدن یهو یه همچی قانون رو پیاده کردن؟ حالا شما به من خواهی گفتش که خب آقا تیم عوض شده، یه دولت یه دست اومده و همه اینا یه دستن با هم دیگه، دیگه هیئتی هم دیگه همشون، این کلمه هیئتیشون هم منو کشته، مثل اون یارو که گفت نجابتت منو کشته، حالا این هیئتی گفتن اینا هیئتیشون منو کشته. باش حرفت درست، اما این برنامه‌ای که اخیراً درست کردن به نام شیوه و تو کانال 4 داره پخش میکنه و ویدیوش رو میذارن ما تو خارج کشور ببینیم، خوب این چیه؟ چرا این کارو میکنه؟ چرا یه استاد باسواد لیبرالو میذاره در مقابل یه استاد بی سواد امام صادقیه، نمیدونم دانشگاه فلان اینا، باقر العلوم، چرا این کارو میکنه؟ و یارو خیلی جالب بود، یکی از این ویدیوها مربوط 26 سپتامبر بود، یعنی 4 روز پیش،
یه آقایی به نام کوروش اولیایی و فعاد ایزدی تو این برنامه شرکت داشتن. این فعاد ایزدی یه چهره کریه داشت، اصلا کراهت از صورتش میبارید. نگو آقا چرا به قیافه یارو گیر دادی، یا راجب زشت و زیباش حرف نمیزنم، راجب کراهتش دارم حرف میزنم، راجب زشتی که تو چهرش پیدا بود دارم حرف میزنم، راجب چاق و لاغریش حرف نمیزنم. برنامهشون تحت عنوان رسانه و مدیریت بحران بود، اسم برنامهشون هم این بود. اون آقای کوروش اولیاری که من نمیدونم کی بود و خودش میگفتش که من گاهی دعوت میشم اینجا برنامه اجرا میکنم و برنامه ساز میشم و اون مجری برنامه رو هم با اسم کوچیک میگه آقا میخوایم مثل همیشه عطا جون، مثل همیشه که با هم حرف میزنیم عطا جون با هم حرف بزنیم. آقا بگو هر چیز میخوای بگی بگو. اون یارو فاد ایزدی یهو شروع کرد به مزخرفات گفتن که بله سال 2006 همون سالیه که خاتمی اومده بود این آمریکا و این در همین کلیسای کاتدرال واشنگتن هم دعوتش کرده بودن دوباره همین چپای آمریکا و خلاصه خیلی بالا پایینش میکردن، اونم میبالید به این که اومدم و با تر گفتگوی تمدنها. حالا یه آدم بی تمدن که اصلا چون میدونی که این جمهوری اسلامی اساس و بنیادش قانون اساسیش بند بندش بر علیه تمدنه، برای پیشرفته. هر بندشی که میخونی میگه نه ما مخالفیم، ما طرفدار مستضعفین جهان هستیم. مستضعفین، ما میریم که با مستضعفین جهان یکی بشیم و مملکت رو به این فضاحت کشوندن که دیدی. من بازم سوالم اینه، اینا کیان؟ این چیه پشت این که داره هی بنزین میپاشه روی اون صحنه؟ چرا این حماقت ناشی از چیه؟ مرد این فاد ایزدی شروع کرد که بله 2006 من در آمریکا بودم و این طالبی نژاد، این مرد که اومده بود اینجا، دارم برات میگم، من دعوت کردم مردم که آقا بیایم در مقابلش تظاهرات کنیم، بیستیم و حرف خودمونو بزنیم. مردم رو دعوت کردم در مقابل کاتدرال واشنگتن، کلیسای جامعه واشنگتن، و مردم زیادی هم استقبال کردن، خدایی اومدن. و اون طرف خیابون هم سمت کلیسا هم همین مردمی بودن که دعوت شده بودن برن اون تو. خب ما قیافه ها رو میدیدیم میشناختیم، مگه همه رو میشه تشخیص بدی کی به کیه؟ بعضی هم بعدن گفتن نه ما رفتیم ببینیم چی میگفت، انگار که این حرف اون توش با حرف بیرونش فرق میکرد، رفته ببینه چی میگفت. این یارو طالبی نژاد که حالا اومدن مدعی هم که این اومده بود اینجا فیلم درست کنه، یه پسری رو اردو من دیدم، یه آدمی وایسله دوربین ارده وسط جمعیتی که ما ایستادیم داره از ما فیلم میگیره. من آدم به پسری گفتم خیلی مؤدب و خوب، گفتم تو چرا داری عکس میگیری؟ کی هستی؟ پسر اول جواب نداد، وقتی جواب نداد زدم تخت سینهش کدن دارم با تو حرف میزنم. گو آقا من کاری نیستم که منو استخدام کردن که فیلم بگیرم. گفتم از کی فیلم بگیری؟ از من فیلم بگیری؟ دوربین از چنگش در آوردم. مرد همین طالبی نژاد اومد جلو و اینا درگیر شدن، یه چکم زدم تو گوش طالبی نژاد و دوربین پسرت دادیم تحویل پسرو، گفتم برو فقط دیگه اینجا وا نیس، از این مردان دیگه بیجا میکنی عکس بگیری. پسرم رفت، اینم دوشو گذاشت و کورش رفت و
حالا فردا بیا بگو آقا این رفته خشونت طلبه. همون موقع هم گفتم، گفتم اگر من در ایران بودم این با من چجور رفتار میکنه؟ من همون نصف اونو باش رفتار کردم. شما امکان این که بکنم این زندان و سیاه چالینا که ندارم که، بخوونمش به تخت شلاق ندارم که. من همین زورم رسید یه چک زدم تو گوشش. بعد این یارو شروع کرد از این که بله 2006 من اونجا بودم، یا آقا اومده بود. بعد اتفاقا یه آدمی هست، این آدمه خیلی هم آدم خوبیه، خیلی هم معروفه، و این مرد معروف که الان میدونی رسانه ها وپنایز کردن، میگن دلار رو وپنایز داله، اینا برداشتن رسانه ها رو وپنایز کردن. از این کلمات انگلیسی هم یک درمیون به کار بود، کاملا معلوم بود که یارو انگلیسی بلد نیست، ادای انگلیسی در میاره. یه آدم اینجا هست به نام الکس جونز. این الکس جونز در دادگاه محکوم شد. این یه پادکست داره و این مدعی بودش که اون داستانی که تو اون مدرسه سندی هوگ الیمنتری سکول تو کنتیکت اتفاق افتاد، دوره اوباما، سال 2012 است، و یه دیوونه ای رفت اونجا تفنگ برد و تو مدرسه و 26 تا بچه رو کشت، یعنی 20 تا بچه و 6 تا معلم رو کشت. بچه های 6-7 ساله ها. بعد این ازش دفاع میکرد، میگفتش که نه این مرده اومده گفته که چی، این مرده اومده گفته چی، همین الکس جونز اومد تو رادیوش گفتش که نه آقا اینا دروغ میگن، اصلا همچی اتفاق نیفتاده، و این تبلیغات اوباما بود. این دوره کیه؟ دوره ترامپ، و این هم از طرفداران ترامپ و بوق ترامپ، در بوق ترامپ میدمید و گفت بسن اینا دروغه و همچی اتفاق نیفتاد. و دوتا از خانواده ها رفتن پیگیر شدن، شکایت کردن، کشیدنش به دادگاه، چند میلیون دلار اینو جریمهش کردن، محکومش کردن به زندان و چند میلیون دلار جریمه و اینا. این مرد که دیشب تو، یعنی تو این ویدیویی که تو 26 سپتامبر در حقیقت ضبط شده بود، با وقاحت تمام اینا رو نمیگفت، میگفتش که این اومده و گفته که دولت آمریکا این کارو کرده، در حالی که اون اومده بود میگفتش که اصلا همچه اتفاق نیفتاده. این داشت میگفتش که نه دولت آمریکا رفته اونجا آدم کشته و این مرد افشا کرده این داستان کشتار دولتو، و همه رو داشت دروغ میگفت با وقاحت تمام. من نمیدونم چرا، همه ای سوالم اینه، چرا این کارو میکنن؟ چرا بنزین روی این آتیش میپاشن؟ چرا لج مردم رو در میارن؟ چرا یه آدم بی سواد رو میذاره میگه این استاده؟ بعد اون یارو میگفتش، یکی دیگه شون بود با اون یکی حرف میزد، میگفتش که این آقا که نمیفهمه که ما تو هیئت اینجوری رفتیم، من خودم بچه هیئتم، تو هیئت اومدم، این آقا که اصلا هیئت نمیدونه چیه که. اون یارو هم فقط نگاهش میکرد. بعد یارو رو متهم کرد که تو میخوای که حکومت چینی اینجا پیاده کنی، دیکتاتوری چینی رو بیاری تو مملکت. یارو گفت آقا من کی هستن راجع به چین حرف زدم؟ میگفت نه دیگه، توکویل یه حرفای بی خودی از خودش میباف، یه اسمایی هم اولش میمزم گفت توکویل اینو گفته، حالا شما هر چی بری بگردی میبینی اصلا هم چیزی وجود نداره، اون یارو همچی حرفی رو هرگز نزد. بازم میپرسم
یعنی یکی در مورد این که پرسیدی ازم، میپرسن ازم که خامنه ای مرده یا نمرده، میگم نمیدونم، اگه بود میومد حرف میزد، ولی این که جرأت نمیکنه تو این صحنه الان بیاد بگه چی. سایت زیتون که وابسته به نهضت آزادی و ملی مذهبی هاست، که رادیو فردا هم عروش ورداشته مطلبشو منتشر کرده، نوشته که جمعی از طلاب و مدرسین حوزه‌های علمیه قم و مشهد و تهران در بیانیه‌ای که در اختیار زیتون قرار گرفته اعلام کردند کسانی که در سرکوب اعتراضات و جرح و قتل مردم شرکت می‌کنند طبق شریعت محمدی محکوم به احکام قصاص و دیات هستند. بعد نوشته که متن کامل این بیانیه بدین شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم و فلان و بهمان و بهمان و منقلبون و یونقلبون، نظر به حوادث تلخ این چند روز اخیر و کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از هموطنان گرامی، ما جمعی از طلاب و مدرسین و حوزه‌های علمیه قم و مشهد و تهران عذری برای سکوت نیافتیم و وظیفه شرعی و اخلاقی خیش دانستیم نکاتی را به اطلاع حاکمان و ملت ایران برسانیم. حرمت دما، دما ارض یعنی خون مردم ها و مال انسان ها از ضروریات اسلام است و از رسول الله صلوات الله علیه و آله چنین نقل شده است. فلان و بهمان و فلان و به غیر حق و فلان، یعنی تمام دنیا ویران شود در پیشگاه خداوند آسانتر از این است که خونی به ناحق ریخته شود. با این وجود حکومتی که خود را اسلامی می خواند سفک دما به غیر حق می کند و به جای آن که در دادگاهی بی طرف به این معصیت و جرم بزرگ رسیدگی کند و مرتکبین را به جزای اعمالشان برساند و خانواده مقتول و ملت ایران عذرخواهی نماید، در صدد اصلاح اعمال و نهادهای فاسد شر برای فاسدش برایت، در پاسخ به اعتراضات مجددن سفک دما به غیر حق می کند. حکومتی که ضروریات اسلام را زیر پا می نهد چگونه می تواند عنوان اسلامی را یدک بکشد؟ ضمن عرض تسلیت به خانواده داغدار خانم مهسا امینی و سایر جانباختگان حوادث اخیر، صراحتا اعلام می کنیم که طبق شریعت محمدی مسبب و مباشرین زهر، جهر و قتل مردم به حسب شرایط محکوم به احکام قصاص و دیات هستند. رعایت اصل حجاب فارغ از اختلافات در باب و حدود آن شرعا واجب است، اما اجبار بر رعایت حجاب هیچ دلیل شرعی ندارد و ادله‌ای که برخی به سود آن اقامه نمودن ضعیف و مخدوش است. ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر عاجز از اثبات مرتبطه سوم امر به معروف و نهی از منکر، یعنی اقدام عملی است. لذا اقدام عملی اعتبار شرعی ندارد. اقدام عملی حتی در نظر قائلین به اعتبار شرعیش مشروط به شرایط عدیده است که با ضرس قاطع میتوان گفت نهاد موسوم به گشت ارشاد در هیچ موردی از این شرایط را رعایت نمی کند. نه مسئولین امر به معروف و ماموران گشت ارشاد از حلال و حرام و معروف و منکر آگاهی دارند و نه افرادی که مورد ارشاد واقع می شوند عمل خود را منکر و حرام می دانند. ارشاد ناآگاه هم که واجب نیست، در خصوص این اقدامات به تنها احتمال تأثیر به احتمال نه تنها احتمال تأثیر داده نمی شود، بلکه قد به تأثیر عکس آن وجود دارد. مفاسد و مضرات متعددی نیز بر آن مرتبط است، از ضرب و جهر و قد گرفته تا وهن دین. با این وجود چرا حکومت
اینقدر بر اجبار و بر رعایت حجاب اصرار دارد؟ به دو دلیل. دلیل اول، حکومت هویت و بقای خود را در گروه رعایت ظواهر حجاب از سوی مردم در سطح روبنایی جامعه میبیند و بیم آن دارد که مبادا با وادادن در این مورد رعایا پررو شوند و حقوق بیشتری را مطالبه کنند. بر این اساس اجبار بر رعایت حجاب ابزاری سیاسی است، چنان که در پس ترویج شعائر و مناسک جمعی نظیر راهپیمایی اربعین نیز چیزی جز اغراض سیاسی نیست، وگرنه برای این حکومت اصول و باطن دین نه تنها مهم نیست، بلکه نسبت به آنها احساس خطر هم می کند. این حکومت مصداق بارز تضییع اصول و تمسک به فروع است. دلیل دوم، به عنوان کسانی که عمر خود را در راه تحصیل علوم دینی صرف کرده ایم، قاطعانه و به اطلاع کامل عرض میکنیم که در این حکومت موسوم به اسلامی هیچ یک از صاحب منصبان تأثیرگذار و افراد دارای تریبون مجتهد نیستند و تحصیلات حوزوی درخوری ندارند. نفر اول حکومت یعنی آقای علی خامنه‌ای به هیچ وجه مجتهد محسوب نمی شود، تا چه رسد به مرجع تقلید. مراجع تقلید و فضلای حوزه هیچگاه او را نه در عنفوان جوانی نه در حال حاضر به عنوان یک شخص فاضل و ممحض در علوم حوزوی نمی شناختند و نمی شناسند. دریغا که برخی با مصلحت اندیشی او را به عنوان مجتهد و فقیه و در نهایت مرجع تقلید جا زدند و این ادعا به دهان او نیز شیرین آمد. اخذها به قوه به این کار سنت سیاهی را در حوزه نهادند که با هیچ چیز قابل تطهیر نیست. حکومت او هر نامی داشته باشد ولایت فقیه نیست. در باب نفر دوم حکومت، دستیار اجرایی منصوب رهبر و نه منتخب جمهور یعنی ابراهیم رئیسی هم که باید گفت چیزی که عیانت چه حاجت به بیانت، چیزهایی را نمی داند و اشتباهاتی را مرتکب می شود که حتی اساقر طلبه نیست آنها را می داند، یعنی کوچیکا، و از ارتکابشان برحذرند. مستندات کتابسازی و سرقت علمی او نیز موجود است. تحصیلات حوزوی این شخص کم‌مایه وضعی بهتری از تحصیلات کلاسیکش ندارد. در باب رئیس قوه قضاییه غلام حسین محسنی ژی گمان نمی کنم احدی حتی احتمال بدهد او مجتهد است و ظاهر خودش نیز مفر است. نه، ظاهر خودش نیز مقر است. تصدی مقام ریاست قوه قضاییه سو نه تنها به سبب عدم اشتهاد و نیز مؤذن نبودن او از قبل مجتهد غیر شرعی است، بلکه طبق اصل 157 قانون اساسی که اشتهاد را شرط ریاست قوه قضاییه میداند غیر قانونی نیز هست. خامنه‌ای با چنین نسبی شرع و قانون را نقض کرد. وضع ائمه جمعه، نمایندگان و منصوبان خامنه‌ای نیز بهتر از این نیست. دبیر شورای نگهبان، شورایی که وظیفه تطبیق قوانین با شرع و تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات را بر عهده دارد، و رئیس مجلس خبرگان رهبری در حال حاضر و امام جمعه، دبیر سازمان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، رئیس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر و مناصب متعدد مهم دیگر در گذشته، یعنی احمد جنتی، به تصنیف در خور به تصنیف درخوری دارد، نه هیچگاه در حوزه علمیه،
درس مهمی داشته و نه به فضل و علمیت اشتهار داره، صرفاً به عنوان یک مترجم متوسط کتب روایی شناخته شده. واگذاری این همه منصب مهم و تأثیرگذار در طول سالیان متمادی به چنین شخص مشکوک العلمیه‌های دلیلی جز روحیه فرمانبری محض او ندارد. دو تا مشکل وجود داره. یکی این که خب خیلی از کلمات عربی رو به کار میبره که من سواد عربی ندارم. دوم این که خود این سایت هم تلاش نکرده که اقلا اینو یه بار دیکتش رو درست کنه، نمیدونم این نقطه گذاری و پانچون اینا رو درست کنه، بعد این کلمات همه به همدیگه چسبیده و برای من کم سواد و بی سوادم خیلی سخته خوندنش. و گفتم یه دلیلش اینه که خود سایته نرفته اینو درست بنویسه، حداقل نوشته رو ویراستاری کنه، فاصله کلمات رو درست کنه. امام جمعه موقت تهران، مؤسس و متولی حوزه علمیه پر ریخت و پاش امام خمینی، نائب رئیس شورای مدیریت حوزه علمیه تهران، رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور یعنی کاظم صدیقی که به اصرار احکام شداد و غلاظ در محاکم و سخنان سست و عوامانه مشهور است، کسی است که در امتحان اصول فقه برای قضاوت مفتخر به کسر نمره 2/20 شده و حتی در امتحان مجلس خبرگان رهبری که تعداد مجتهدین موجود در این مجلس پوشالی به تعداد انگشتان یک دست نیز نمیرسد مردود شده. شأن چنین شخص سفله‌ای ریاست ستاد امر به معروف و نهی از منکر است تا میوه مسموم گشت ارشاد را ثمر دهد. امام جمعه مشهد و حاکم منصوب در خراسان یعنی احمد علم الهدا که نماد نفرت پراکنی است، به لحاظ علمی هیچ وزن و اعتباری در حوزه علمیه مشهد ندارد و سراغ نداریم طلبه فاضلی به درس او برود. اصل طلبگی امام جمعه موقت تهران و رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه یعنی محمد جواد حاجی علی اکبری امری مریب یعنی نامسلم و مشکوک، چه رسد به مراتب علمیش. متاسفانه دانشگاه موسوم به امام صادق پا در کفش حوزه علمیه نموده و در جهت اغراض سیاسی اقدام به معمم نمودن برخی از دانشجویانش می کند، دانشجویانی که در نهایت نه طلبه قابلی می شوند نه دانشجوی درست و حسابی، بلکه صرفا مهره های چشم و گوش بستهی برای اجرای منویات پیشوا و دلیل تراشی برای آنها می گردند. از جمله این افراد از اینجا رانده و از آنجا مانده دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر آقای جلیل محبی است که با ترفند مذکور و بدون تحصیلات در خور حوزوی معمم شده است، حالان که عاجز از رعایت حداقل‌های زی طلبگی است و رفتار و گفتارش مایه وهن روحانیت است. شخصی که خودش تجسم منکر است دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر می شود. دبیر فعلی ستاد امر به معروف و نهی از منکر محمد صالح هاشمی گلپایگانی نیز دانش آموخته دانشگاه مذکور است که در عین نداشتن تحصیلات طلبگی متکی بر ذوق عوامانه خیش یا از حد و حدود صلاحیت و بضاعتش فراتر می نهد و درباره مسائل شرعی اظهار نظرهای غریبی می کند. دریغمان می آید از رئیس جوان و خوش اشتهای دانشگاه مزعور
مذکور حسین علی سعدی یادی نکنی که بساط درسی بسیط را پند کرده و گمان می کند درس خارج به نقل از فهرستوار و آری از تحلیل و تبیین دقیق اقوال دیگران است. با این حال خود را آیت الله دکتر نامیده و خیالاتی را در سر می پروران. این افراد مش نمونه خروارند. بر این سیاهه بیفزایید افراد حقیر کم سواد لومپن و لایعقلی چون علی رضای پناهیان، حسن رحیمپور از قدی، حسن عباسی، علی اکبر راقیپور و ورا که صدای گوش خراش این حکومت و مرجع فکری جماعت حکومتی شده و بر دهنده رونق مسلمانی. شکی در این نیست که میانگین سطح هوش، سواد، شعور و فرهنگ ملت ایران به مراتب از مسئولین و تریبونداران حکومت بالاتر است. این حکومت مستاق بارز تقدیم عرازل و تخییر افازل است. با توجه به توضیحات فوق و بر فرض پذیرش ولایت فقیه در امور عامه، خامنه‌ای از ابتدا ولایتی نداشته و بر فرض پذیرش ولایت ابتدایی او با توجه به جنایات و تقصیرات متعددی که در طول حکومتش مستند به اوست و تکبر و تفرعن و استبداد رأی و طغیانی که در او موج میزند مشهود همگان است، از ولایت منعز است و احکام صادره از او منصوبانش از جمله رئیس قوه قضاییه و قضات محاکم نامشون. خواسته این مطلبی است که سایت زیتون، حالا خیلی هم بلنده، من فکر کردم دو خط بخونیم بریم ببینم، نه خیلی بلنده. نکته جالب داستان اینه که بریم سراغ سایت زیتون. اگه یادتون باشه ابراهیم یزدی برخلاف اون دو کله دیگه مثلث بیق، یعنی بنی صدر و قدس زاده، این آدم تا آخرین لحظه‌ای که داشتن تو گور میذاشتنش میگو نکنه این جمهوری اسلامی بندنی ها، نگو این خیلی خوبه، میشه نگه ایتا. در یه گفتگوی که با یه خبرنگاری، به ظاهر خبرنگاری از فامیلاشون تو ترکیه انجام میده، حالا نمیم چه رفته ترکیه این مصور انجام میده، اصرار میکنه بر جوانان که آقا دور انقلاب حرکت نکنید، همه حکومت رو حفظ کنید که بهترین حکومت جهان است. حالا نگاه میکنیم یونی که زایت زیتون که از بستگان همین آقا یعنی ابراهیم یزدی این سایت رو به راه انداختند و از بعد از داستان 88 یکی به نعل و یکی به میخ میزنن، اینجوری وایساده خیلی عجیبه. این درست همون اتفاقیه که روز دوشنبه برات گفتم، حالا دیدم که خیلی ها دارن حرف میزنن، خیلی هم خوبه که همه حرف میزنن، از این حرفان بدم میاد که من اول من گفتم دوم تو گفتی. ولی بی بی سی تو این داستان خیلی غریبه، رفتار بی بی سی که چگونه در حقیقت بی بی سی اومده و در گذشته اینگونه رفتار نمیکرد. این رفتاری که امروز داره انجام میده بسیار بسیار غریبه. حالا چه دستی پشت این داستانه؟ من یه بارم براتون گفتم و این رو رفتم به بیژن کیان و به آقای بیژن کیان و به دو سه نفر آدمایی که میدونستم بالاخره سری میون سرها دارن مثل آقای شهریار آهی و اینا گفتم، ولی نمیدونم اونا رفتن چجوری خرجش کردن. ولی من وقتی داستان اوکراین در فوریه به وجود اومد یه تحلیلی هم دادم، اینجا هست، ویدیوش هست، میتونید برید دنبال کنید و ببینید. گفتم ایران به خاطر اینکه دومین مرجع نفت و گاز جهان است از یک ویژگی خاصی برخورداره. بنابراین اکنون که روسیه
داره لگد میندازه پوتین و داستان بسته شدن گاز و اخیراً هم دیدی که یه انفجاری در این لوله نورد استریم انجام شده که آمریکایی‌ها و غربی‌ها معتقدن که سابوتاژ روساست. روسه میگه که نه، اینو آمریکایی‌ها زدن لوله رو خراب کردن. حالا ما هم که نمیدونیم بالاخره کدومشون راست میگن کدومشون دروغ میگن، ولی به هر حال ایران به خاطر این جریان نفت و گاز باید از این شرایط بیرون بیاد. با این اون موقع میگفتن با این نظام جمهوری اسلامی و این قانون اساسی امکان این که اصلا تحریم ها رو فراموش کن، آمریکا تحریم میکنه اینا رو ول کن، کی حاضر جایی بره وایس کار کنه که بهش بشقار ما در بدن؟ قانون اساسی جمهوری اسلامی، درود به پرویز دستمالچی، واقعا صمیمانه درود بهش بفرسته. اون موقعی که هیچکی به فکر این حرفا نبود، بعد از ماجرای میکنوس، بعد از اینکه چهرش معلوم شد و نامش مطرح شد، یه کار اساسی کرد، راه افتاد دور دنیا. یادمه که سال 2000-2001 در حقیقت تو شیکاگو دیدمش در کنفرانسی که آقای اکبری، حمید اکبری، دانشگاه نوردیسترن شیکاگو برای مصدق گذاشته بودن که عده زیادی رو دعوت کرده بودن، از جمله عموشنگ کشاورز سعد، این پناهنده سیاسی رو دعوت کرده بودن، خیلی شخصیت ها اومده بودن اونجا. البته زندیات هوشنگ کشاورزی یه بارم سال 2000 این کار رو کرده بودن، در سال 98-99 این کار رو کرده بودن تو وستپالم بیچ فلوریدا و همه بزرگان رو دعوت کرده بودن تحت عنوان ایران در آستانه سال 2000 یه کنفرانسی رو گذاشته بودن و همه اومده بودن شرکت کرده بودن تو این کنفرانس، خیلی آدم ها اومده بودن. ولی در 2001 حمید اکبری با همت همون هوشنگ زنده‌یاد، هوشنگ کشاورز سر، یک مراسمی رو در دانشگاه نوردیسترن گذاشته بودن که من اونجا پرویز دستمالچی رو برای بار چندم دیدم و گفتم اینجا چه میکنی؟ گفتش که با این دوستم اومدم و رفتیم کانادا و از اونجا یه ماشین کرایه کردیم و شهر به شهر داریم میگردیم. که من ازش دعوت کردم، اون موقع من در واشنگتن بودم، گفتم خب اگه برگشتی سرات اگه به مسیر به واشنگتن میخوره به من بگو تا در کانون دوستان فرهنگ ایران هم برای تو یه سخنرانی بذاریم. بعدم که اومد اونجا برایش هتل گرفتیم و از جیب مبارک، البته هیچ کس هم به ما در این زمینه کمکی نکرد و با افتخار میگم پرویز دستمالچی رو بردیم و بعد بردیمش. و این آدم اون موقع رفت رو دور دنیا، یه چوب تعلیمی دستش گرفته بود و از پاورپوینت تازه در اومده بود، پاورپوینت استفاده میکرد و قانون اساسی رو تشریح میکرد که این قانون اساسی چیست و چگونه هیچ کس از مردم ایران در این قانون اساسی نقشی نمیتونه داشته باشه، برای اینکه تمام مصادر امور دست یه عده خاصی قرار میگیره، دست مسلمانان، مسلمانان شیعه، نه همه مسلمانان، مسلمانان شیعه، نه همه شیعیان، بلکه شیعیان 12 امامی اثنی عشری پیرو مکتب اخباری، نه تازه فقط همین گروه خاص، بلکه اون عده ای از این گروه که ذوب شده در ولایت آقا باشن، در ولایت باورمند به نظام نکبت جمهوری اسلامی باشن، یعنی همه مردم ایران حذف میشدن. حالا زنها که اصلا هیچی، اصلا رای ندارن، یعنی نیمی از جامعه ایران حذف، زنها. به پرویز دستمالچی این رو به خوبی توضیح میداد. حالا نتیجه میگیرم که این قانون اساسی اجازه نمیده به هیچ شرکت فرنگی که وارد ایران بشه بتونه کاری کارستان انجام بده.
و میبینی که حتی شرکت‌های چینی، شرکت‌های روسی هم که وارد ایران میشن کاراشون پیش نمیره. یه پروژه مثلا 5 ساله رو اینا 30 ساله دارن کار میکنن، هنوز سر نقطه اولن، هنوز تو نقطه تجهیز کارگاه گیر کردن. من اون موقع، یعنی همون تو فوریه، آخر فوریه، تو هفته اول دوم مارس، به این نتیجه رسیده بودم که یه دلیلی لازمه برای اینکه این نظام جمهوری اسلامی با این نظام نمیشه، ولی باید رفت سراغ. اما یه عده از دوستان به من گفتن که آقا این صنعت نفت و گاز ایران خب خیلی پوسیده است، کار روش نشده. گفتم آقا در عراق هم هالیبرتون اومد ظرف 6 ماه همه چیز رو تغییر داد. حالا که خیلی حرف زدم و نباید انقدر حرف می زدم، یه ایمیلی رو یه دوستی برای من فرستاده بود. اون ایمیل خیلی برای من جالب بود و اون این که برای من توضیح می داد که اگر مردم در ایران، باز از اون حرفایی است که چگونه اینو ببریم میون مردم، گفتم یه مشکلی که دارم با رسانه‌های بوقای گنده مثل ایران اینترنشنال و مثل ایناست. خب الان اینه که یکی از پرمخاطب ترین ها ایران اینترنشنال هم، من و تو اینا هم جلو زده، ولی هیچی توش نیست. یعنی ویدیوهایی رو پخش میکنه که همه مردم تو شبکه اجتماعی دارن میبینن اینو. این کمک من نمیکنه. میتونی اینو به عنوان یه ساعت خبر اینو بیای توی برنامه خبر بگی، ولی شما نگاه میکنی میبینی که برنامهش اینه، مهوش میره پریوش میاد، پریوش میره اسمت میاد، اسمت میره معصومه میاد، بعد اینا که تموم شدن نصفش هم نوبت به محمود و منوچهر و پرویز و پروانه میرسه، همونا رو تکرار میکنه. من ویدیو هایی که اکنون به دست ما رسیده به دست ایران اینترنشنال، نه آقا این ویدیو دست همه رسیده، دست شما تنها نیست که. ولی ای کاش اینا اومدن، اون دفعه تعریف کردن بازم عوضی گرفتی، بازم یه سری دیده اومدن چرت و پرت نوشتن. داستان برقکار که تعریف کردن در 88، گفتم برقکار یه چنین طرح خوبی رو داشت، ولی همیشه من بهش گفتم من چجوری اینو ببرم بین مردم و اجرایش بکنم. میدونم اگر همه مردم محله سر یه ساعت معینی در فاصله مثلا 5 دقیقه مصرف برقشون رو یه مرتبه ببرم بالا، پست سر کوچه منفجر میشه. حالا اگه اینو تو تمام محله با هم انجام بدن ببین چه اتفاقی میفته. هیچکس توان این که برگرده بتونه برق و سری درست کنه نداره. ولی گفتم بهش همون موقع میگفتم اینو من چجوری ببرم به مردم توضیح کنم، چجوری مردم رو قانع کنم که آقا این کارو بکن، شدنیه، صدایی ندارم من که. حالا این دوست ما نوشته بود که اگر مردم در شب مثلا تصمیم میگیرن ساعت 9 شب برن سر پشت بوم و همه تلفنشون رو به آسمون بگیرن و این چراغش رو روشن کنن، فقط ساتلایت هایی که رو آسمونن عکس اینا رو میگیرن، ولی بازم این کمک نمیکنه. خب الان دنیا داره میبینه چه اتفاقی افتاده. گفتم این مهمترین بخش، بخش اکتیویست هاست، بخش چپ هاست. اینا پشت کردن به نظام جمهوری اسلامی. اینا تا چندی پیش طرفدار این نظام بودن، ولی الان پشت کردن بهش. این دستاورد بزرگیه، باید از این استفاده کرد. اما ما الان یه مشکل بزرگ داریم و باز سر جای اولمونیم. آخه آقای رضا پهلوی که میره وامیسته، رضا پهلوی، خب شما دارید میگید این شاهه، نمیدونم پسر شاهه، نمیدونم این فلانه، این اینجوره، این اینجوره، جهان میشناسنش، مردم صداش. این نباید بره کنار نمیدونم یه دو آدم دیگه وایسه نفر هفتم امضا کنه که، بلکه این باید وایسه
همه بیان زیر بیرق این. ما باز میم داستان الان لنگیم. خب این بچه ها دارن کتک میخورن، بچه ها دارن صدمه میکشن، آسان نیست. مادر بچه میگه نرو، میگیرن میکشن، میگه اتفاقا میرم که کشته بشم. ولی چی میخواد؟ چیه؟ این چه اتفاقی میخواد بیفته؟ ما داریم به کجا میریم؟ خب طبیعی اوضاع خیلی حاده. شروع پایان رژیم میتونه باشه، ولی نه به این راحتی و زودی که من اینجا نشستم راجع به شرف میزن. میتونه این گشت ارشاد رو جمع کنه، حجاب رو هم تعطیل کنه، نمیدونم دو فاکتو کنه، مثل گذشته. گفتیم چی تا قبل از این زنها دیگه چادر نداشتن دیگه، میگفت بیا تو رستوران نگاه کن دخترها همه خوشگل زیبا میکاپ کرده، نه روسری، نه چادر، نه حجاب، نه مانتو، نه هیچی. چرا این دن به این آتیش داد؟ چرا رفته در زاهدان آتیش میریزه، بنزین میریزه رو آتیش؟ میشه اون منطقه رو آروم کرد دوباره؟ کیه این پشت صحنه؟ اما اون چیزی که مهمه اینه که این جنبش از نظر کیفی یه مرحله جلو افتاده. خیلی خیلی مهمه. و اگر این حرکت که تو داخله اوج بگیره و رادیکال بشه، به تو قول میدم که این اپوزیسیون خارج کشور رو که هیچ کاری در این دو هفته انجام نداده پشت سر میذاره. این اتفاق میفته. الان سازماندهی خودشو داره، رهبر میدانیشو داره. اینا مسائلی که ما داریم میبینیم. نیروهای رژیم هم خسته میشن، بی انگیزه میشن. همین گروه نمیدونم طلابی که فلان نوشتن، اینا تو خونه شون دائما راجع به این موضوع حرف میزنن، سر سفره میشینن راجع به این حرف میزنن. ولی یاد باشه تا سپاه هست و مقاومت و اینو سرکوب میکنه، کار ما سخته. الان من نمیفهم این برای چی رفته توی کردستان شلیک کرده، مدرسه رو زده. چرا این کار رو داره میکنه؟ به نظره نمیدونم، واقعا نمیفهمم. سایت زمانه یه نظرسنجی کرده بوده و میگه 86% پاسخ‌دهندگان گفتن ایران نظام دموکراتیک میخواد، در مقابل 14% معتقدند در ایران امروز یک نظام اقتدارگرا کارگرتر است. 40% خواهان یک جمهوری دموکراتیک هستند. 26.5% اما یک پادشاهی مشروطه رو ترجیح میدن که در آن شاه نقش تشریفاتی داشته باشه. 5.5% طرفداران پادشاهی مطلقن و 2.5% نظام مطلوبشون جمهوری اسلامی است. 5.5% گفتن خواستار نظامی غیر از این گزینه‌ها هستن. اینا کاری بوده که سایت زمانه انجام داده. به هر حال جالبه. اما این میونه یه چیزی رو دیدم که بیانیه وزارت اطلاعات در مورد حوادث اخیره که روز جمعه در بیانیه تبیینی درباره حوادث اخیر داخل کشور خطاب مردم اعلام کرد. حوادث روزهای اخیر در برخی نقاط کشور پوسته آشکار و محسوس و لایه‌های پنهان متعددی در پشت صحنه‌های خود داشت. سربازان گمنام امام زمان برای شکار هدفمند عناصر اصلی ترور و تخریب،
ضمن حضور ناملموس در صحنه اغتشاشات و کمک به برادران و خواهران فداکار مقتدر و سربلند خود در فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی و همراهی با نیروهای بسیج جان بر کف و همیشه حاضر در صحنه‌های دفاع از کشور، در این حال بخش اصلی ماموریت توجه و توان خیش را معطوف به رصد و ردیابی سازماندهندگان و آتش بیاران اصلی پشت صحنه، هم از کشورهای بیگانه تا تروریست‌های آلبانی نشین و سایر گروهک‌های معاند و فرقه‌های دستپرورده استعمار و عناصر سرسپرده داخلی آن. خیلی بامزه است که گفتم این یارو برنامه شیوه، یکی حرفایی که میزنن توش اینه که رسانه ها در آمریکا اگر این اتفاق می افتاد یه جوری دیگه می گفتن، بر مورد ما یه جوری دیگه می گن. والا ما تو آمریکا هستیم، داریم نگاه می کنیم. شما هم که تو دنیا هستید داستان فلوید رو دیدید، جورج فلوید رو دیدید. کی اینو بلند کرد نشون داد غیر رسانه آمریکا؟ چی؟ یعنی مثلا شما فهم می کنید از بورکینافاسو اومده بودن اینجا گزارش تهیه می کردن پخش می کردن؟ یا جمهوری اسلامی و طالب نژاد اومده بود گزارش تهیه میکرد؟ یا این یارو مرتیکه فهاد ایزدی بود که گزارش تهیه میکرد؟ غیر از این بودش که خود رسانه های آمریکایی اینا رو داشتن پخش میکردن؟ بعد تو به من میگی که اینا یه جورن، در مورد ما یه جوری دیگه هن؟ اتفاقا در مورد ما کم کار میکنن. من عقیده دارم که خبرهای ما رو خیلی خیلی کم پخش میکنن. اما وزارت اطلاعات ادامه داده در روزهای عبرت آموز گذشته که فعالیت‌های لایه‌ای پنهان فتنه‌گر تشدید شده بود، به همان نسبت امکان شناسایی عوامل مخرب و تروریست نیز افزایش یافت. از سوی دیگر به نسبت افزایش فعالیت حامیان بیگانه، سایر سازماندهندگان ترور تخریب، مزدوران داخلی آنها انان از کف داده سر از چاه و چاله های استتاری خیش برآورده و بدینسان امکان شناسایی بازداشت آنها بیش از پیش فراهم آمده تا ماموریت مهم وزارت اطلاعات در حد بالای تر. خب حالا تو اینا رو شناختی، میخوای همه اینا رو دستگیر کنی ولی چیکار کنی؟ بعد گفتم دو تا راه بیشتر در مقابلش وجود نداره، یا به راستی بیاد سرکوب کنه خون بریزه، نمیدونم 2 میلیون چش در بیاره، نمیدونم در نیشابور گفتم سو گربه رو زنده نذاره، که در دنیای امروز و دوربین هایی که داره نگاه میکنه چنین امکانی رو بهش نمیده، قطعا چنین چیزی رو نداره. یا اینکه پس بشینه برگرده بگه آقا بی خیال، قرم قرمشی داری میشنوی، گشت ارشاد رو جمع میکنم حجاب و بیخیال میشم، حالا برو همون مثل قدیم یه ذره روسری داشته باشه، ذره نداشته باشه. ولی آیا کار فروبسته ما باز میشه؟ حالا این بابت میشه که اختلاس کم بشه، دزدی کم بشه، مملکت سر با آبادانی ها؟ نه، با این آدم هایی که مستر کارن چنین اتفاقی نخواهد افتاد. یاد زنده یاد میر آفتابی به خیر میگه مردم محبوب من، برید یخه رسانه ها رو بگیرید، برید در رسانه ها بخواید که آقا مسیرتو عوض کن، راه نشون بده به مردم. پخش کردن ویدیوهای مردم، منم دارم این کارو میکنم، این که کار نیست که هی ویدیو رو از توی توییتر و چیه اون یکی فیسبوکو هی اینا رو ورداری بیاری بذاری که چی؟ یعنی خوبه به عنوان خبر، اما این که کار رسانه که به عظمت اون همه پول میلیونایی که دارن خرج میکنن، این که این کارش نباید این باشه که. جانم تمام شد، به هر حال پیروز باشی، سربلند باشی، اندکی سر سحر نزدیک است. ما میتوانیم از این ورطه بیرون بیاییم اگر که بخوایم. یه راه هم بیشتر وجود نداره، دست در دست هم بذاریم و رها کنیم خودمون رو از این شرایط سخت، از این بدبختی خودمون رو بیرون بکشیم. ما میتونیم،
ما توان چنین کاری رو خواهیم داشت و این شدنیه. نیشه. خیلی آسونه. ممنون از اینکه دنبال کردی. برای تک تک شما خوبان آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر. از حمایت مالی ما رو محروم نکن. ما رو به دوستانت معرفی کن. ویدیوها رو لایک کن، شیر کن. این دیگه حد دقیقه کاریه که میتونی انجام بدی. از همه همراهیت سپاسگزار. بازم از اینکه در این ایام حال منو جویا شدی، نهایت سپاس رو ازت دارم. ممنونم ازت. مرسی.